I sense that my negotiating partners have recognized that coercion and pressure never lead to lasting solutions, but to more conflict and further hostility. بهتر هیچ ایرانی رو و هیچ کس رو تهدید نکنه. هر کس هر زمانی در هر موقعیتی ملت ایران و مردم ایران رو تهدید کرده، مطمئناً ضررش رو دیده. روح پاک تو تنیده در تمام جانم ای وطن. یه آشنایی مختصر با تاریخ ایران یا حال احوال معاصر مردم ما این رو نشون میده که این مردم رو نمیشه تهدید کرد و وقتی که مورد تهدید قرار بگیرند طبیعتاً برخورد متناسبی با اون شکل میگیره. آقای دکتر دست با استعداد همون خانم یه بار دیگه اینو به صورت نوشته به شما دادم. فقط میتونم بگم دستام نقاشی بلد نیست ولی دلم برای پر میکشه. بله دوستان، بگم آقای دکتر ظریف، من که از افتخاراتم اینه که شما وزیر امور خارجه کشور من هستید و خیلی ظریف و خیلی مدبرانه و خیلی هوشمندانه نام ایران رو پرآوازه کردید. همه هم میدونن که خب یه ایرانی رو نباید تهدید کرد چون عواقب خوبی نداره. ما بزرگترین امپراتوری و بزرگترین قوم در دنیا هستیم و امیدوارم که این اتفاقات خوب همیشه برای ما و یه ایرانی ها بیفته. آقای ظریف که واقعا خسته نباشه. من واقعا یه رمان داره ایرج پزشکزاد به اسم عدم مرد بهز دولت اوست تحریر شد. نوشتن این توافق نامه به نظر من عدم مرد بهز دولت اوست تحریر شده. همه باید کار کنیم ببینیم به کار به کجا میگیره. هیچ وقت ایرانی رو تهدید نکن.